از درون و بیرون از هر زمانی بیشتر خواهد بود و به نوعی باید نظام پاسخگوی این داستان باشه و چون جواب واقعی نداره، چون میدونه وابده عمر خودش به پایان میرسه، درگیری ها در درون رژیم روز به روز بیشتر خواهد شد، روز به روز نمایان‌تر خواهد بود و دقیقا اینجاست که شکنندگی رژیم دیگه نمیتونه اون ادعا رو به رژیم بده که ما میتونیم به همون شکل سابق مثلا فرض کنیم جلوی امریکای وارسیم و با قلدری استادی کنیم، چون توان نخواهد داشت، امکانش رو نخواهد داشت و دیگه نمیتونه از اون دید دنیا رو تهدید کنه که ما یه تیکه و محکم و با قلدری جلوتون وایستادیم. این مسئله دیگه به دست نظام نخواهد بود که بخواد اون نقش رو بازی بکنه و در واقع تضعیف بیشتر رژیم خواهد بود بدون برو برگرد. شما اشاره کردین که به نوعی یکی از گزینه‌هایی که در مقابل رژیم هست اینه که از یک حکومت استبدادی که جمعی به نوعی اداره میشد به یک دیکتاتوری که اصولا توسط فرد اداره میشه تبدیل بشه. دیکتاتوریا برای اینکه به نوعی این محاصره بین المللی رو در خارج بشکنن، با کشورهایی که حاضرن باهاشون همکاری داشته باشن بسیار دست و دل بازن، یا منافع ملی رو به نوعی ازش سرچشم پوشی میکنن برای اینکه همگیاری و همکاری و پشتیبانی کشور داشته باشن، یا منابع ملی رو در اختیارشون میذارن، بستگی داره به نوع کشور مقابل. این خطر نیست که اگر این رژیم این گزینه استبداد فردی رو یا دیکتاتوری رو پیش ببره، منافع نه تنها منافع مالی ما به هدر بره به عنوان کشور، بلکه منافع ملیمون هم به نوعی به صورت خیلی جدی به خطر بیفته. سوال بسیار جالبی است که میکنید. البته وقتی با یک نظام توتالیتری که در از روز اول یک دیکتاتوری ساده فردی نبوده، مشکل میبینم که از این فرم وقتی به خصوص یک مافیای دست جمعی به نوعی پشت سر نظام هستش، یه مرتبه برسیم به یک واحد خاص یا یک گروه ها. ممکنه بگیم مثلا تحت یک سناریویی ممکنه حتی بخشی از سپاه دست به یک کودتای احتمالی بزنه در این فاز سوم که هنوز بهش نرسیدیم ولی قطعاً بهش خواهیم رسید، اینم جزء احتمالات باید گذاشت. ولی اینکه یه مرتبه این وسط یک فردی در بیاد که تبدیل بشه به یک نوع نظامی که حالا با یه نفر کار دارید که با دست و دل بازی سعی میکنه یه سری همپیمان برای خودش پیدا بکنه، این سناریو من کمتر محتمل میبینم. بعدم بایستی به علامه دیگری توجه کرد. خب مسئله روسیه که به جای خودش خیلی مسئله بحرانج و جالبی میتونه باشه از نظر اینکه خب داستان در اون مورد چجوری تحول پیدا خواهد کرد. ولی میخوام مثال دیگری بهتون بزنم. الان مثلا آیا کشوری مثل سوریه همچنان میخواد بند نافش به ایران وصل باشه یا خودشو از اون دایره خارج کنه برگرده به صفحه خارج از این محور ایران و سوریه؟ این خودش نمودار خوبی خواهد بود که تا چه حد رژیم قادر هست بعضی از همپیمانان خودش رو که از دید خودش فکر میکنه برای خودش نگه داره و منفعت خودش حفظ بکنه رو بتونه این کار رو انجام بده یا نه. همه میدونیم که جمهوری اسلامی ما برای حتی منطقه دیگه تا حد ونزوئلاش هم رفته خواسته نفوذ بکنه، یارگیری بکنه. اما بایستی تو این فرایند آیا واقعا نظام خواهد تونست با بعضی از این همپیمانان خودش این بازی رو ادامه بده یا نه؟ آیا اونها همچنان کمک خواهم کرد به اقتدار رژیم با همکاری با اون، یا رژیم روز به روز حتی همپیمانای سابق خودش از دست خواهد داد و بیشتر و بیشتر منزوی خواهد کرد؟ این هم یکی از فاکتورهایی است که خارج از خود جمهوری اسلامی و این نظام حاکم بر ایران باید ببینیم که بقیه این مسئله به چه شکلی پیش خواهد رفت. علائمی من نمی‌بینم که امروز به من نشون بده که رژیم برای خودش همپیمانان بیشتری را داره به دست میاره یا حتی بتونه همپیمانان موجودش رو حفظ بکنه، بلکه اتفاقا برعکس به نظر میاد که بیشتر و بیشتر حتی از نظر اونهایی که روش میتونست حساب بکنه به احتمال قوی منزوی تر هم حتی خواهد شد. البته این رو باید در عرض این چند ماه آینده مشاهده کرد و دنبال کرد. اگر ما به فردای ایران نگاه کنیم، این حرکتی که از روز 23 خرداد به راه افتاده و ادامه پیدا میکنه و اونطور که برنامه ریزی شده گویا در شهرهای کوچکتر هم دیگه رسیده این
تظاهرات هرچند نه به توانی که در شهرهای بزرگی مثل تهران یا مشهد و شیراز و اصفهان برگزار میشه، میتونه بدون یک فرماندهی یا یک سازماندهی یا یک رهبری متحد و کارا مدت آنقدر زمان در خیابانها بمونه که بتونه به نتیجهی که میخواد برسه، یا اینکه خطر این است که در اثر خستگی و ازدیاد و تشدید سرکوب به نوعی به خونه برن منتظر نوبت بعدی و قرار بعدی و فرصت و مهلت بعدی بشه بر آمدن به خیابان. ببینید، به همین دلیل بود میگفتم که چون عملا وارد فاز مقاومت شدیم، یعنی از مرحله اعتراض گذشته داری وارد فاز مقاومت میشی. مقاومت در جایی که هزینهش برای مردم کمتره، یعنی رژیم خیلی آسونتر میتونه در خیابونها مردم رو سرکوب بکنه، ولی در محل کارشون در مقابله با اعتصابات احتمالی، در مقابله با کمکاری های از درون خودش، کارشکنی یا هر نوع تکنیک مقاومت در مقابله باز یه حکومت قاسب که به قول معروف اصلا آب خنک از گلوشون پایین نره، این دستور کار اصلیست و کار تقسیم شده بین تمام جریانات درون کشور و رهبری های مختلفشون در کادرهای مختلف، حالا میخواد در بخش کارگریش باشه، در بخش روشنفکریش باشه، در بخش دانشگاهیش باشه، در بخش دانشجویان باشه، جوانان باشه، زنان باشه، اقوام باشه، روحانیت باشه، در تمام بخش های جامعه پر واضحه که یک استراتژی هماهنگی لازم هست برای اینکه پشت سر این جریان رو نگاه داشت که بتونه واقعا ادامه کار خودشو داشته باشه، بدون اینکه فکر کنیم که چون از مرحله تظاهرات خیابونی خارج شدیم نمایش این اعتراض کمتر دیده میشه. اون زیاد مهم نیست، مهم اینه که اون مقاومت ادامه پیدا بکنه و به نظر من تمام جریانات سیاسی که میخوان در این کار متحد پشت سر این جریان و در حمایت این جریان کمک بکنن، دقیقاً در اونجاست که منتهای تلاشو بکنن که اون جنبه از کارها رو بشه هماهنگ کرد و کمک رساند و به هر حال از هر طریقی که هست. این یه موضوع. و البته در هر فرصتی که جامعه پیدا خواهد کرد احتمال این رو بایستی در نظر گرفت که از اون موقعیت استفاده خواهند کرد که بار دوباره اعتراض خودشون رو به شکل بارزتری از طریق تظاهرات نشون بدن. به طور مثال در همین دو سه روز آینده که 18 تیر مجددا مطرح هست، به احتمال خیلی قوی فرصت بسیار جالبی خواهد بود مجددا برای اینکه جامعه بیاد در چنین روز مشخصی از این موقعیت استفاده بکنه، یا در هر فرصتی که از دید تاریخی روز خاصی رو بیانگرش هست. بنابراین یک بالا پایین های نوساناتی در میزان تظاهرات بارز جامعه رو میشه انتظار داشت، اما نبایستی که همیهنانمون از این بابت نگران باشند یا از این بابت جهانیان انتظار داشته باشند که تمام مقاومت مردم صرفا محدود فقط به سری تظاهرات. نه، کار اصلیمون از این پس مقاومته، کار اساسیمون از این پس این استش که به هر نوعی فشار لازم رو روی این دولت موجود قاسب غیر مشروع گذاشته بشه که نتونه خودشو مجددا تثبیت بکنه و این بدون اینکه کمترین همکاری ممکن را از جامعه داشته باشه غیر ممکن خواهد بود. بنابراین واقعا اینجاست که آوانتاژ یا امتیاز در دست خود جامعه است و نه در دست حکومت، و نمیتونن برن در اون قالب اون نوع سرکوب‌های خیابونی که اخیراً مشاهده کردیم و در اون قسمت انجام بدن. حرکت 22 خرداد یک تحولی هم در بین ایرانیان خارج از کشور به وجود اومد که شاهدش نبودیم در 30 سال گذشته. کسان مختلفی که هیچ وقت هیچ گونه صدای اعتراضی رسمی و علنی بلند نکرده بودند، روزها در مقابل سفارت‌های جمهوری اسلامی، در مقابل نهادهای بین‌المللی ایستادند، فریاد زدند، خواهان حق از دست رفته برادرانشون در داخل ایران شدند یا خواهرانشون.